خوش اومدین به سری SMP پیکرفت. توی این سری امپراتوری مختلف به همراه اعضای خودشون که هر کدوم قوانین و پوشش های مختلف خودشون رو داره با هم مشغول تجارت و پیمان های دوستی و یا حتی اعلام جنگ میشن. ولی دروغ که نگیم که همه اینا بر سر قدرت نیست. تماما امپراتوری ها بر سر قدرت با هم دست و پنجه نرم میکنن تا بتونن قدرت هایی که در حد تصور شما هم نمیتونه باشه رو به دست بیارن و باید دید کدوم امپراتوری برترین امپراتوری خواهد بود. در ضمن خوش اومدین به فصل اول دنیای بزرگ پیکرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک قبیله هایی که توی این جلسه بسیار مهم برای ملی شدن پول تمام این SMP زرج کشیدن و کمک کردن. خیلی خوش آمد میگم بهتون و امیدواریم که بتونیم توی این جلسه به یه نتیجه خیلی درست و خوبی برسیم و یه سری کارا رو انشالله که بتونیم با موفقیت انجام بدیم. عرضم به خدمت شما از بزرگ ما جناب آقای سیفو بزرگ مرد. سلام. مخلص شما، مخلص که کمک کردن که ما حالا بیایم توی زمین‌های بزرگشون و حاصلخیزشون و این داستانا بیایم بسازیم یه چیزی رو، یه کاری کنیم، یه کشت و داشتی داشته باشیم اگه درست گفته باشم. خیلی ممنونم ازتون واقعا. در خصوص مخلصیم در خصوص پول دوست داشتم که نظر شما رو بدونم که ما یه پول ملی رو داشته باشیم، یه سکه‌ای رو داشته باشیم که بتونیم مردم شهرامون و مردم کشورامون و مردمشون رو خلاصه با یه پول بشناسیم. یعنی بگه طرف 5 تا پول حقوق بدیم، یکم باشون درست تا کنیم، نه اینکه همین جوری کشکی سیب بدیم پیاز بگیریم، پیاز بدیم گوجه بگیریم. نظرتون چیه اینا؟ نظر تک تک قبایل دوست دارم بدونم. نظر قبیله ما نظر خوبیه، این کار واقعا یه کار جهادیه. دقیقا راز دیگه نظر اتینر گوش میده. دقیقا آقای اسرائیل، نظر شما در باره کلن این موضوع چیه؟ به نظر شما با این موضوع حلی مشکل نداری که ما یه پولی رو وارد کنیم؟ به نظر من خیلی نظر خیلی خوبیه و اینجوری آدم میتونه کلن مالیات و اینجور چیزا دستش بیاد. دقیقاً آقای اسرائیل، دقیقاً. البته ما پولو بیشتر برای مالیات قرار نیست بیاریم، حالا بالاخره این کاری انجام میشه. نه، برای مالیات اصلا نمیاریم، مالیاتو برای پول میاریم. بله خیلی از قبایل آخه به فکر مالیات گرفتن. دقیقاً، واقعاً امان از دست این قبایل. واقعاً جناب آقای امیرعلی و اسرائیل و ایجی کرافت، بی زحمت شما یه لحظه بیاین خدمت من. من یه صحبتی رو باهاتون داشتم در قبال، به خاطر اینکه آقای سیفو رو یه سورپرایزش می‌خوایم کنیم. بچه بیایید، بچه اومدیم وسط تریدینگ مریدین. حالا میگم که بچه نظرتون درباره سرنگونی آقای سیفو چیه که تمام زمین‌ها رو با هم نصف نصف کنیم، قشنگ بکوبیم بسازیم، نظرتون چیه؟ امیرعلی نظر خوبیه. پس من میگم زندانی کنیم. آره یه کودتای ریزی باید بریم، مثل این که چون من واقعا نمیتونم، دارم همینجوری قسط میدم سر این زمینایی که ازش گرفتم. بریم اینا که اومدن بیرون. اوکی بیه. آقای سیفو جان، شما به دلیل بیدلیلی قراره که بازداشت بشی. تمام سربازان دور سیفو. چه دلیلی؟ به دلیل بیدلیلی، چون که شما چرا؟ برو همه ببرینش زندان، فایده نداره. نه چیکار کردم مگه؟ شما چیکار نکردی؟ شما زمین به ما فروختی، در صورتی که بعد همه زمیناتو میدادی، پادشاهیتم میدادی به خود و شخص خودم. دلیل بیدلیلی. بیاید اینجا ببرینش بچه، همینجا بیا. میبریمت زندان. هیچ چیزی برای دفاع نداری آقای سیفو، هیچ جوره قابل درک نیستی دیگه، تموم شد. زمانی که اینجا بگیرینش اینجا بیا، بگیرینش بزنینش، خودش بزنینش، من دنبالم بیاین این مرتی که ایجی بیارش، ایجی حرکت کن، بیارینش اینجا. من فقط در حضور وکیلم.
وایسا همینجا، وایسا همینجا تا یه صحبتی بات کنم. سیفو فکرشو میکردی یه روز این اتفاق بیفته؟ این همش به دلیل اینه که تو قدر ما رو نمیدونستی. ما میدونیم داریم چی کار میکنیم، تو نمیدونی. کور خوندی، کور خوندی، ببرنش زندان. شما هنوز نمیدونید اینجا خدایی وجود داره که شما نمیدونید. بیا اینجا میندازیمش تو آبسیدین. برو اینجا. یا خدا. جناب آقای سیفو، در رو بندین بچه. آخرین حرفت برای دفاع چیه؟ چون که همه سربازا اینجا رو همه داریم میریم دیگه. از اونجایی که بزرگتونم چپ تا درجه به این نقشه رو من. نقشه چی؟ نقشه چی؟ نقشه اگر آزادم کنی بهتون میگم. نقشه ای داری تو؟ نقشه چیه؟ خب بگو. نقشه داره نه؟ بزرگترین نقشه جهان رو. وای بیاین اینجا بچه. داخل این 13 سالی که من بودم کاری نکردم. ولی وایسا ببینم تو نقشه چی داری؟ مگه چی میخواد باشه؟ کور خوندی. کشور ما اونجاست، داخل نقشه. سرباز هم اینجا وایسین. بچه ها بیاین بالا. بچه ها به نظر من یه چیزایی تو این داستان ها هست. نه بی خیالش، بی خیالش، این حالا بعدم به حسابش میرسیم. ولی بچه ها یه چیزایی تو این داستان هست. اگه گنجی واقعا باشه تصورش رو کنین، چهار تا سه تا قبیله ایم قشنگ، نصفش من، نصفش تو، نصفش تو، یعنی سه تا نصف میشه، میشه 150%. یک سوم منظورته. آفرین آفرین. به نظرتون اینو قبول کنیم یا نه؟ ولی باید یه نیروهای کاملی بذاریم بالا سرش. به نظر من شکنجش بدیم تا نقشه رو بده به ما. اینم حرف خوبیه، ولی اگه نقشه رو بخوره یه دفعه به قلب به بلعه به داخل دهنش چی کنیم اون موقع؟ خودش میگه بزرگترین نقشه رو دارم. من میگم اسرائیل و امیرعلی و ایجی آزادش کنیم. کاری نمیتونه کنه بچه. ولی آزاد نکنیم. این نامردیه یکم توی تاریخ ما رو اینجوری ثبت میکنن، بد میشه. من میگم به نظر من اول آزاد، مثلا آزادش کنیم، بعد خودمون اونو بپاییم. مثلا نقشه رو میگیریم و آزادش میکنیم. آره. سوگند میخوریم که آزاد میشه. این خوبه نه؟ آره. بریم پس، بریم. آقای سیفو ما فکرامونو کردیم. به به. بفرمایید چی شد؟ قرار بر این شد که شما آزاد بشی، مونتا داستانی که پیش میاد این که اول نقشه رو میدی بعد آزاد میشی. من جلوی تمام این سربازا، جلوی من بگو بگو. من 13 من 14 سال داخل این کشور ایستادم و نقشه رو جمع کردم. خودت نقشه رو داخل اون نقشه است. آها. چی؟ 100% از اون گنج برای من. برای توه؟ ما داریم نصفش میکنیم بین 3 نفر. همین که آزاد میشی خیلیه. آزادت میکنیم تا بری. بین 4 نفر من قورتش میدم. نه 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 نه، وایسا وایسا وایسا. 10% 10%. نه. راضی؟ 19% 19 که فرقی نمیکنه، 1% چه کارش کنم؟ 10% همین الان استارت. 15% سیفو میمیری. سیفو 15% مشکل نیست، مشکل نیست. قورتش میدم. نه 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 قورتش نده، قورتش نده داداش. پس اوکی، فقط نقشه رو بده ببینیم. اول آزاد میشم. آزادت میکنیم سیفو. قبیلتم بهم برمیگردیم. قبیلتم برمیگردونیم. حق گرفتن هیچ گونه چیزی از من نداریم. حق هیچ گرفتن هیچ گونه چیزی هم نداریم. بهم احترام میذاریم. بهت احترام نمیذاریم. اینم مشکلی نیست. اگر بهم احترام بذاری حتی نقشه آزمایش رو هم میتونم. بیا بیرون. بیا من نمیدونم کیا کی اینجوری اینجا انداخته ایشونو. بیا بیرون. بیا راحت باش. بیا بفرمایید بفرمایید. نقشه رو فقط بدید حاج آقا. حاجی حاج آقا سیفو بفرمایید بیرون. سربازا همه آماده بشین، تمام سربازا آماده بشین برای پیدا کردن گنج. اسرائیل همه رو خط کن. امیرعلی همه رو خط کن. قوی ترین وسایلتون رو جمع کنید. این نقشه است. یه جوی برفی میزن. بله بله. اینا همه نشاندن یک سری صحبت ها هست. اونجا اصلا برفی نیست. اونجا اصلا آب. این یک جزیره پشت جنگل های آمازون. خب
با داشتن 5 بامبو. خب و دو قبر. دو قبر حال که ایرانی و مارتین فورد. مگه میشه؟ مگه میشه؟ تو مارتین فورد یا هالک ایرانی؟ تو یه دونه چه؟ آها مارتین فورد رو من برمیدارم. نه نه مارتین فورد رو من برمیدارم. آفرین هالک برای شما، مارتین برای من جونم. ولی داخل اون قبر تلاهای زیاده. آها شما 10 بلاک از بولا کنید به سمت چپ راست. خب بعد بکنید تا اون گنج پیدا. دقیقاً خب یه چیز دیگه، دقیقاً مختصات اون گنج کجاست سیفو؟ مختصاتش میتونم ببرم. ببر ببر بچه‌ها، همه حرکت میکنیم، مشکلی نیست. تا نزدیکی اونجا ما رو ببری اوکیه. اصلا به دست بیارید که یه وقت من شمشیر رو بگیرم دستم. بریم. چقدر من خوشگل شدم با این لباس جدید. ایجی ممنونتم برای تولید لباسا. بریم. ممنونم. ایجی خیاط ماست. خیاط ماست. خیاط ماست. خیاط همه است. همه است. تمام قبیله ها، کشوری، استانی. اینجا داریم میریم. کجا داریم میریم؟ آقای سیفو. وایسا اینجا، وایسا اینجا. جناگل آمازون. جناگل؟ جناگل. آها جناگل. جمع جنگل. آره. اینا هم شنون اینجاست. همینجا وایسا. نه نه وایسا. بله. از کجا معلوم شما؟ نخوای ما رو تو تله بذاری؟ خب ثابت کن. باش باش. یا اینو بخور. گوشت بخور. آها. بیا. داخل یه دونه قبرا میتونم بگم گوشته، داخل یه دونه قبرا چیه؟ نه گنج که شما میاسه. وای 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 بچه ها میتونیم گنج رو وای میتونیم از همون کپی کنیم، پس میتونیم بگیریم برای قبایل. تازه قالب اون سنگا میتونیم بزنیم. وای من دارم قالب توی میکنم. بریم بریم، فقط حواستون بچه ها بهش باشه. بریم قاطی شنون شیرجه بزنید. خفه نشید. عجب سه خیلی غلیظ رو این کی بود؟ این واقعا شناگر قهاری میشه. بیایید بیایید همه شنا کنید، همه بیایید. خب همین جا میتونه باشه. نزدیک نشد. اگر اشتباه نزدیک شد. من دیدمش، من دیدمش. منم دارم میبینم. برید برید برید، منم باهاتون میام. این چه صداییه؟ امیدوارم زودتر بقیهشون برسم. من میخوام زودتر بقیه مارتین فوردو کشف کنم. چه جنگل بود. خداحافظ. اونش برای ما. خداحافظ همگی. وایسین وایسین، هیچ کس دست نزنه، هیچ کی دست نزنه. وایسین شاید تله باشه بچه‌ها. وایسین میگم اینجا برای منه. وایسین ببینیم چی نوشته. نوشته کسی که مسافت دبی ایران رو طی 10 ثانیه طی کرد ایرانی انال که آها اینم اوکی. این یکی مارتین فورد. پس همون جوری که بستیم این که مارتین فورد برای ما، اونم برای شما. ایجی با هم بیا. ایجی بیا باید ببینیم چی داخلشه. نیست. هیچی نیست. کو؟ هیچی نیست. کجاست؟ بعد 10 بلاک از اینجا و 10 بلاک از اونجا رو بکنه. باشه بدوید بدوید. خالیه. اینجا خالیه. اینجا هم خالی. من دیدمش، من دیدمش، دیدم. وای وای بچه. ببینید توش چی؟ دست کیه این؟ اینو کی برد؟ اینو اونی که اونوره، اونی که اونوره. اینجا؟ همینه. ایتاشی درافش کن همه رو. مرتی که این کی اینو کی برد؟ خب بچه ها تو انداختی پایین. آره آره من بردمش. نه نه مشکل نیست بچه ها، نصفش میکنیم پولشو. همه بیاین بالا. آقای سیفو ازت واقعا ممنونم که این کارو کردی. منم گنج رو میخوام. حتما حتما تا مدتی شما میتونی توی این زمین ها بمونی که زمین های خودت هست. 22 تقسیم بر 4 تقسیم بر 4 میشه 22 4 تا 16 تا. آها آه
بله. آره بلدیم. آقای سیفو واقعا یعنی گنج های پیکه رفت اینقدر زیادن؟ اینقدر زیادن که نمیتونید بشمارید. وای ممنون. اگه بازم نیاز پیدا کردیم به این داستانا حتما. فعلا سکه ملی رو گرفتیم ولی بقیهش انشالله ببینیم چی میشه. واقعا باورم نمیشه. هیچکی باورش نمیشه. خدا رو شکر که بعد این داستانا و که خونمون سیل گرفت و این داستانا تونستیم که یه بالاخره فضایی رو برای خودمون بسازیم که بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم و این تازه شروع داستانه. بازم میگم تا ویدیوی بعدی خداحافظ.